برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در پی انفجار خودروی مملو از مواد انفجاری در شهر بلدوین در منطقه موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 18 تن جان باختند و 40 تن دیگر زخمی شدند. آسوشیتد پرس گزارش داده که این انفجار روز شنبه 1 مهر در نزدیک یک استبازسی امنیتی صورت گرفته است. وزیر کشور سومالی گفته این ایالت در این اواخر گواه عملیات گسترده نیروهای دولت علیه گروه الشباب وابسته به القاعده بوده است. مردم محل در ایالت شمال غربی زامفارای نیجریه روز شنبه 1 مهر گفتند که افراد مسلح در جریان حمله در داخل و بیرون محوطه یک دانشگاه فدرال بیش از 30 نفر از جمله 24 دانشجوی دختر را ربودند. زامفارا یکی از چندین ایالت در شمال غرب و مناطق مرکزی نیجریه است که شاهد حملات و خشونت‌های گروه‌های تبهکار بوده است. این گروه ها به روستاها حمله می کنند، مردم روستاها را ربوده و یا می کشند، خانه هایشان را غارت می کنند و آنان را آتش می زنند. در سالهای اخیر بیش از 1000 دانش آموز و دانشجوی دختر در نیجریه توسط سنی های تندرو و یا باند های تبهکار ربوده شدند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد آمار تازه ای از 10 کشور جهان از گرسنگی شدید رنج میبرند نشر کرده است. بر اساس آمار این سازمان، سودان و افغانستان هر کدام با حدود 6 میلیون نفر گرسنه شدید در صدر فهرست کشورهایی با گرسنگی اضطراری قرار دارند. پس از آن جمهوری کنگو، سودان جنوبی، بنگلادش، پاکستان، هایتی، کنیا و نیجریه کشورهایند که از 1 تا 3 میلیون نفر گرسنه شدید در این کشورها زندگی می‌کنند.